کمیسیون انتخابات میگه که آخرین تصمیم درباره انتخابات غزنی را فردا اعلام خواهد کرد. کمیسیون انتخابات میگوید که بعد از سپردن طرح حوزه‌ای ولایت غزنی به دولت و ادارات زیرب در حکومت، روز شنبه و یک شنبه هر دو طرح از طرف کمیسیون تصویب شده و رسما اعلام خواهد شد. حفیظ‌الله هاشمی سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات گفت امیدوار است امروز شنبه و یک شنبه ما بتوانیم هر دوی آن را تصویب و رسما اعلام کنیم. نمایندگان غزنی برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان و شورای ولسوالی ها را به گونه اوزوی در این ولایت غیر قانونی و تبعیض‌آمیز می‌خوانند. این نمایندگان به حکومت وحدت ملی هشدار دادند که از هر نوع اقدام غیر قانونی و یک سویه اجتناب کرده و اجازه ندهند که حوزه بندی غزنی به چالش بزرگی در برابر روند انتخابات منجر شود. اما گزارشی هم از شورای عالی صلح. شورای عالی صلح ابراز امیدواری میکند که در نشست علمای جهان اسلامی در عربستان سعودی نماینده طالبان مسلح نیز شرکت کرده و دیدگاه خود را با علمای دینی جهان اسلام در خصوص ادامه جنگ در افغانستان شریک سازند. احسان طاهری سخنگوی این شورا میگوید که نشست علمای دینی در عربستان سعودی برای دو روز هفته آینده در شهرهای جده و مکه برگزار میشه. با گفته طاهری هفته آینده نشست بزرگ بین المللی علمای جهان اسلام در عربستان سعودی برگزار میگردد و ما امیدوار هستیم که در آنجا علمای کرام طالبان هم شرکت کنند تا روی جنگ جاری و صلح افغانستان یک بحث دینی صورت بگیرد. برای شرکت در این نشست یک هیئت 40 نفری نیز از افغانستان به عربستان می رود. با اساس معلومات شورای عالی صلح در این نشست عربستان سعودی 150 عالم دین و مفتیان 33 کشور در آن شرکت می کنند. موضوع بحث در آن تنها جنگ و صلح در افغانستان می باشد. اما طالبان با پخش اعلامیه نشست عربستان سعودی را تحبیه کرده این نشست را ساخته شده به فرمایش امریکا خواندند. این نشست عربستان سعودی در حال برگزار می شود که به تازگی اکرم اخپلواک رئیس دالان انشای شورای عالی صلح در یک نشست مشران جرگه از امکان آغاز گفتگوهای رود در روم میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح سخن گفته بود. اما طالبان امروز با ارسال اعلامیه بر رسانه ها که کاپیش به تلویزیون جهانی امید 24 هم رسیده موضوع گفتگوهای رو در رو با حکومت افغانستان را رد کردند. در اعلامیشان آمده که حکومت میخواهد با پخش چنین آوازها ذهنیت های مردم را مشوش سازد. در سه روز آتش بس بینیدهای گرامی که ما شما شاید بودیم یک کلپ هم به دست ما رسیده. در این کلپ شما میبینید که والی لوگر به دیدار طالب در مسجد میره که در اونجا طالب چه خود هم نصب کردن بیرق خودم و در آغاز یک تن از قماندان آل طالب که مشخص نیست کیست روی خود پیچیده با آینکی هم گذاشته که چیرش معلوم نشه سخنرانی میکنه و حرفای بسیار زشت و رکیک تحویل والی لوگر میده و بعد از او والی لوگر میخیزه بسیار با ترس و لرز سخنرانی میکنه و حتی از طالب اجازه میگیره که آیا اجازه هست که من چنین حرفایی بزنم و طالب بر از اون میگه که اجازه عام و تام داری به شرط که حرفای تو با شریعت برابر باشه. خب یا سری جداست. جالب در این کلپیز بیندای گرامی که شما من کلپ بر شما نشد میکنم حرفای آخر والی لوگر اتقد کنین. والی لوگر حرفای خمیزن حرفای بی ربط بیوانیست که از یک والی توقع نمیره. خب از اینکه اکثریت دستنشانده اشرف غنی مثل خانم چلکیکر و خیل و اینا از سواد کافی برخوردار نیستن والی لوگر هم سواد نداره و حرفای میزنه اما در آخر پیام میده به طالب میگه که باید ما و تو یک جای شویم تا مشترکن در مقابل دشمن مشترک خود بجنگیم. خود دقت کنین یک جای شویم تا مشترکن با دشمن مشترک خود بجنگیم. اما نام نمیبره از دشمن مشترک که دشمن مشترک کیست؟ فعلا از دید طالب دشمن مشترک دشمن طالب امریکاست و دولت تحت حمایه امریکاست. آیا پا
پیام والی لوگر و طالب همیز که تو بیا با ما دسته یکی کن که بعد از این موتو امریکا را از خاک خود بکشیم، آیا خود از یک پیام جنگ برای امریکا و نیروی خارجی و یا ای که برحق پیامش برای مردم داخل کشور باست. این قضاوت شما کنین، توجه کنین بکلب. شماش میگیم ما دیگه چی نداریم کار، شما شاید چی نمیده باشین، تو قاری بخان اتون با مست والله کی اگر اول ما میگیم امیت یک شای داریم چی تو خیلی قدر توف و شانگ و تیاره و امکانات و امریکایی و عسکر و فوج و استخبارات و ایک پولش که هست سر ما باش کامیاب نمیشه. بچی خاطر کتی ما الله هست، کتی شما نصرت الله نیست، کتی تو خودت هنش افغانی دادر که ما بدون امریکا شش ماه حکومت دوام داده نمیتونیم. ای والله قسم خوریم اشغانی رئیس جمهور شده دی که نجوب خوب بود یک شیپ و تیپ خدا قواره ای نداره، ترکه ای نداره، خدا عهد و وفای نداره، خیلی چی داره بخاطر الله ما شما را کفتن میکنیم به چیش میجنگی با چی زن تصال بیوه میکنی؟ آه ما چیز میگیم وقت میگیم وقت که چیز ما میشیدیم ما میشیدیم یک چیز ما بختن میگیم ای تو مرا بگیم که چی داره مشاورین امریکایی باز میگیر که مرا من نخوش مرا الحمدلله مسلمان است نه یک آیت شریف هست شما گوش کنین او کسان گوش کنین الله عز و جل قرآن میگه یا ایوها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء ای کسایی که ایمان آورده شما یهود و نصارا را کارساز نگیره. سید قطب رحمه الله میگه کارساز نگیره. ایتونه که دلت شیرین باشه تو بگی نه ما خب بلش میبینیم کارسازی که تنکر تیلش نبه ولسوالیش نگاه نکو پیرداری سرش نکو فقط ای تو کارسازی نانش پخته نکو ایچ کار کتش نکو ایرم ای کارساز نگی ومن یتوالله هم من کن هر کس از شما این جمع سیم هر کس از ما شما ومن یتوالله هم من کن فینا هم من کن کسی که این کارسازی را کتش کرد از جمله از واس عبدالله مولی سبیر وقتان مانا کرد که یعنی مطلب امو رقم مشور کس امو تو قتال کنی کتی امو رقم ده آتش جهنم ما خیلی یک چیز میگم اگر به این نظری هستیم که یار ما مسلمان هستیم ما شرط اسلام همی هست اولا نصف کفر اقدام کو بکن خدا ولا رنجرم کتید بگریزان امارت چی دکن میده یعنی قدر کن میده رنجرم کتید بگریزان دیگرم بگیم و نسوالی را کاش تو اصلحه مصلحه را بعد از اون نصرت الله را کتید سر کن که نصرت الله را کجا میه و چیزی دیگر که مهم باستان بگیم خودت هم هستی ای بچه هم پاکستان هست که این مردم فکر نکنه که ما دوستی داریم ما دمین ده دمین جمع با صدها نفر که از برادر و پدر شهید شده با صدها نفر دمین جه که از ده ها نفر و صدها نفر که سعی کنی شهیدا داره ای که سعی کنه که خو این رقم انجوالی است خیلی بازی جنگ شما چی فایده هیچ جنگ است چهار جور است این چهار دیگر امر امیر شده از خاطر عام مردم دوستی نداریم برادر کلی بشنوید ما یک چیز میگیم اینطور پیسه حرام پیسه حرام میگن واللهی که ده فامیلتان تاثیر میکنه ما اینه که یکی بچگاز داریم از تر سرش نه حرام میخورنیم بچی خاطر پسان لندگر میشه خالص بابا رحمه الله یونس خالص بابا رهبر بود او رو میگه کس پسان کرد که خالص بابا هر وقت میگن که رهبرایی که مطلب خبیل شدن بدبخ شدن زلیل میشن زلیل میشن دقیقه سه وقت زلیل کی گی دقیقه دو دوی خمس کتا پرده گردی بغیل چه سره غلیسه رسوایی چشته وای که دروانی رو با چشه که عبادی خوری دوست حقصو نگه بطلی دست مور رسوایی چشته وای دلیل چشته وای یک چیز بختم میگم واللهی اگه خیر ببینی قسم بالله فامیلتم بیره میشه پیسه حرام است حرام تاثیر میکنه فامیلتم بیره میشه واللهی دخترتم بیره میشه واللهی بچه تم بیره میشه در مقابل اسلام جنگ امکان نداره یک چیز بختم بگم والله قصد کنین ادمیال قصد کنین ای تو نیست که من تو رو تشویق کردیم تو جهاد کنی نکنی الله عزوجا فکر قاری برخان از کجا خیستن قاری برخان اینه قدر بچه بود والله یک سلام و مرم کسی والک نمیگره خو حفظ کده بودیم قرآن خیستیم که ما که که امریکا همی جنگیم در اون وقت امی شما رو میگم والله یک امکاناتش نبوده قبول که کس بگی طالب کسی رو که میگفتی طالب میگفت طالب بدر ده ما شروع کردیم جهاد شروع کردیم یک دو سال زندان هم رفتیم از زندان پس بیری شدیم ها الله عزوجا به یه حالت رسن به یه چورت نزنین که اتمن کس نماز بخونه یا نخونه در این مساجد الله عزوجل کسی رو میاره که سجده بانه کس جهاد کنه نکنه الله عزوجل کسی رو میاره که جهاد کنه گردن تن بخیرتان رو میگیم شما به خاطر 8000 پا ماش میجنگیم سید یا 10000 یا 15000 یا 20000 نهایت 20000 30000 ماش میجنگیم تانم محبت مسلمان را رای شما از چی خاطر تن میگم باطل است
دردانتان دستر کده می قدر تلوال گشتین چند نفر پیسر دیجیبتان داخل کده مرد نشان داده صف حقی است که مسلمانان نفقه و خرچه میکنن ما جیب خود بکشن ولدم یار جیب ما امین غریب و مسکین و بیچاره پیسر به چی خاطره و نیت یه نیت است که جهاد است که امریکایا و که دشمن مقابله داری این پیسر یک مرم قبول کن حاجت دیم نیست که ما بریم در پوست هست تیار بخش ما ورده از اینجا که هست امی برادره پول گیره ما این گفا رو بشنون که ما که تزیر دستی نداریم امی دلبندی که خلاص میشه رئیم صاحب با کیلومتر کیلومتر از ما دور میره کیلومتر کیلومتر خدا رو که دور شد برای فاصله میگیره من اینا امو افراد میگیم که من دورم بادم میگیم کوشش کن کوشش کن یا اصل هم که تن جواز نبود مطلب امارات چیز نکده بود وقت که برادر بود این مواخله مطلب رو بسنده میگم آل ما دینه هم گیره که مطلب قصه دمی است که دزبندی تا 12 بجی شوه ما کل مطل است صحیح است ما 12 بجی سرم پولا نکنی که نه 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 والله دیدی کس به جی پیس نقطه میگرف خوب سایت اسلام به جی پیس نقطه میگرف ما اجازه نداریم سابق مصبه میتو بود یا نه اجازه نداریم که در قلبتان تیر نکو بخاطر که غدر میشی شریعت ما از الله و جلیل توفیق اولا به خود که ما به شرع عمل کنیم باز به شما باز کسایی که دوی صف است دیگارم بفهمانیم به این چیز میکنیم که مدارای کنم فرشان میکنیم دیگر اگر در صف جهاد زده شد افتخار است اگر در صف جهاد بیرون باشی خواه ما فرشی کست اولئی که حزب الله در باره مجاهدین میاد این حزب الله هست الا ان حزب الله هم المفلحون حزب الله وجل کامیاب است یک موضوع دیگر یاد میکنم که موبایل ها رو گرفتن و نامش یاد نداریم اما موبایل گرفتن موضوع آی اس آی اکثر شما را که گپ داده آی اس آی پاکستان است آی اس آی پاکستان والله بالله ثم تلامیم سال که ما آمدیم چی آمدیم همیم سال حسن والله با کوه آمدیم که ما تشکیل کی بود از صدا که تم تیر میشیم به اینجا که ما پیاده شده ایم در قدر جنگل ها 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 ما گفتا ای طرف دستی میشه که دازه پایی شده ای به چی خاطر است؟ همیش به ای است که ما با کوه آمدیم دم کوه را پدر کسیم گرفته نمیتونه دم مبن نمیشه در پاکستان یک موتر ما گرفتیم به نام پیرولی نام داره کل میشناسین شما میشناسین دیش صاحب زاده موترش ما گرفتیم در پاکستان ما را با ایسای اختار داد ایسای خواه اصل کت شماست در پارلمان قسم با خدا ایسای است تا پر با سرمه میزنی ای تو یک قصه یک مزاق میکنیم مدنی این وقت یک مزاق میکنیم یک دفعه میگم چی میگن تلیم قدم بود نه یک دگروال پیش بود یک دو زمین وقت بیادبی خیلی ما بادشه بادشه با خوردمی تو بیچاره یک از کار گیر کن چاک یک چپاسی دست باش کار کرد و میگه بلی آزا خدا والله یک من خدا باش میگه نه تیز بود آخر این صدا کت کون مردم رو خبر بخیر اما بادره که دگروال سر بیر نظر مزره والله یعنی مطلب روی شد ما ایسای والا دو باشیم شاو بودیم مدرهیم صاحب مجلسای شما گوش گرفتیم حتی این شهیدای آخر ما را در یک از مجالس مردار لقب دادن به این شکلی ما دقیق خبر از این رئیم صاحب صادق ما سر شهیده را گفتن که مردار است شهیده را که شفاق امریکا آمده شهید کرد این خوب پنج شهید است یا هفت شهید والله قسم میخوریم 10,000 شهید به کمر گرفتیم قاری برخان قصص سادم نیست تدبیر استاد نداریم جوان ها هست که تیمیه نیست هست کلگی هست قسم بالا 10,000 شهید این کمر گرفته ایم ما عراق میریم ما سوریه میریم ما برما میریم ما دیگه ملکا میریم ما در خود از این پاکستان میریم امین سلامی پیرولی که از ما در پاکستان اختار آیسای در دمون یه بخش آیسای شد خوب خودشم بیزار کنیم آیسایشم دست خلاص یک دفعه اینی سر که هست میره قربان کردیم و حتی یک چیز دیگر بختان بسر حد بگم والله بالله سمت الله قسم خوردیم بختان که از آیسای که در تمام یعنی طالبای ما از آیسای که در بدرها مرتبه سر اردو سر کماندو نرمی از آیسای که در بسرها مرتبه سر اردو سر کماندو ما نرمی سی در امی جای خالات ما هستیم این موضوع که الا آیسای سموت یک بچگکای رو بیچاره آیسای سالا والا پنجابی هست نیسکین که در این میاد نو که کما باشه کجا هستیم دالخورا ای توی یک شیخ مثلا ما طرف اومدیم این قریه هستیم والله هیچ غیر پلو خوردن کس در مساجد اگر یه خوراک من باشه یه شیخ من رسی که یه من رسی که تو رسی که به در جای میگری حتی در هلمند در جای شهیدای مشما شده حکیمی برادر بی خود خود بکنن سلیب سرخ بور چی اخو سر صداشم در رادیوه خیست در رادیوه سر صداشم خیست گفت که امی کسایی که در او سب زده میشه چی علت است
چنیا کسیش خراب نمیشه. واس خودم که نفر زده میشه بگردم باشه در سرخانه میمونم. آخر دیگه اگه پیدا نشود بفی در جای طبیعی زندگی میکنم. کوه یا گرختن گرخته گرفته. در اونجا خوراکای طبیعی هست یلت شد. این خوراکای طبیعی رو باز وقتم نمیتونی که بوی نگیری. باز به دیگه صراحت باز بیان میکنم. به وقتی شکل دلم واللهی با این هست که ما باید بفهمم این میسکین اون میسکین کلش مفاده دستشان دهی هستن که ما که هستیم مطلب در پادشاهی ما بندی بودیم بندی زندانی را خیر است میرم زندانی را سیا سرایی که در جرما بندی شده شما با الله باور بکنید که هم از اونها که هست تقریبا در این حالت کلش باردار نشد چی رقم از کار و پولیسی سی که بازم غیرت ایچ تور نمیخوره تلخی تو تور نمیخوره که بازم چی در گرفته همون تو استاداسی سرش پیدا میکنی یک وکیل زن پیش امارت ما بندی بود صحیح؟ وقتی که بندی بود کرفت در مقصد گریه میکنه میگه چی رقم مردم بود امو ایتالوی ایتالیایی که پیش امارت دمی پار سال خلاص شد قسم بالله پس حکومت ها کسی سفارت ها باش دادن که در برای امارتی گفا رو بزن که کتمه ای تو کدنی تو کدن ای همی خط خان خودش واقعا بایان میکنه که ما گفتیم البته ما را چی تحفه میدن وقتی که سعی کردیم خط نوشته شده است گیره بخوان میگه میره خان پس معامله را افشا کرد که قسم بالله ما گفته نمیتونیم که احسان از این مردم ما چی رقم ادا کنیم اگر یک بچه ما را کشته میبودن طفلای دیگه ایم کتمه بودی را بخش نکشتن اگر کتمه کدام پارس فیرات گرفته میبود کل مسائل به صراحت بازم میگفتن بازم میگم نه واللهی که آیسای باشه به این بازی تن نده گفت تن نده نه دیگه باشه نصرت الله واللهی کتن باشه همین ویدیوها رو در خانه خوب سعی کنیم مادرای شما واللهی مادرای ماست قسم خوردیم از رحیم سر گرفته تا باز ما را واللهی قسم بختن میخوریم که مادرتن مثل مادر ماست واللهی همشیرای تو اردو نیست همشیرای تو مثل همشیرای ماست قسم بالله که پدرت وظیفه دار نیست پدرت مثل پدر من واللهی به خاطر حقوق از اون جمعیم قسم خوردیم دیگه دل تو که تو چی رقم کتیمه میجنگی اگر وجدانت ایمانت اجازه داد کتیمه بجنگی بجنگ ما از جنگ ترس نداریم که کس بگه که سوس شده قسم خوردیم باشتن امریکایی نظام امریکایی مخلوق کلمی دنیا کلش یک طرف پیش ما ایتو معلوم نمیشه مثل یک سر منگس بخاطر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم با شما دلیل است که اتمال لاز وجل است که تو حکومت که از بوش و ترامپ و یاست که کلش چیقش بالا شده بازم باشتن میگیم مادرایتون واللهی مادرای ماست همشیرهایتون همشیرهای ماست واللهی دردشان درد ماست قسم بالله رنجشان رنج ماست پریشانیشان واللهی که پریشانی ماست دیگه که تو با چی کتیمه می جنگی باز ما از جنگ ترس نداریم خب بازم وقت میگیم که کوشش کنیم که یه عمل که از دست بگشیم به خاطر الله برادر ما شیم در صف ما کتی پالو در پول استاده میشیم برادر ما باشیم و جزاکم الله خیر است خیر و جزاکم و صلی الله علیه و اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین به اجازه قاری صاحبا و شما عزیزانی که اینجا منتظر موندید من میخواییم فقط بسیار خلاص زیر از خیلی سر خواهی کنیم سر میباشیم ریم سر برسو از نگاه شرع هر قدر این تو آزاد هستی میفهم ایتو نمی که ما در ساخه دیا ما در مالاگی چی کنیم باشی تو میشه میگفتین اونو فیصله کنیم هر بردیم که گفته میتونستی برسو و قد نگاه شرع باشه نمید و قدر که باز ما رو کبیدین باز ما بکنیم فقط که شرعی دلائل پیش کنیم که تو شرعی دلائل پیش کنیم واللهی که ما مومین نیم به این شک نیست که از دید اسلام و نگاه اسلام از فکر اسلامی خود هر چی بگیم ما شما یک وجه مشترک داریم که عبارت از مسلمان بودن ماست و او شک و شبهه باید پیدا نکنیم و او را باید چشم و سر قبول بکنیم گله ها زیاد است ما گله نمی کنم و خیلی ما گله کردن زیاد ما را کبیدن قرار ندارم ما گله نمی کنم ما با استفاده از فرصت سی روزه خواستم که این روز از امین دینه و برایم به استقامت ماما خیل کسایی را که ندیدیم از نزدی خانهاشون بریم یک سلام علیکی بکنیم تا اون وقت معین یک بازده شب است ما زیاد بشار از این باید کاریم که اونجا که دیگه نشترمون خب به این صورتش وقت داره گفت اینا وقت داره بیشتر گفتاشون وقت داره خب من یک چیز بسیار خلاص میگم قاری صاحبان بخوامن مردمی همون بخوامن خیلی مردمی که دو سرت هست و امریکا آمدن خیلی از او باز تاپیک و فاسداری زده نمیشه این کفر نیست انشالله
من زمیرم مسلمان است، از پدر مسلمان است، به گوشم آذان داده شده کلمه می خوانم که لا اله الا محمد رسول الله، مسلمان هستم و من منافقم نیستم، که در قلب یک صد باشم، در زبان دیگر صد باشم، اقرار به لسان و تصدیق به قلب می کنم. خب خداوند ذات غیرتی است، غیرتی را دوست داره. شاید خیلی کسایی در موقف ما باشه، در میتر روز هم که دو طرفه برای سه روز که نهایتا غایت از او 12 شب امروز است، با می پوزیشنی که ما داشتم، ما از این ولسوالی هم بیلن ولسوالش نیستم، از مدرق هستم، چون قلیه و قرار و قصبات ما هست، عدیره ما هست، ما همی خداوند دیگه گفتم ذات غیرتیز غیرتی دوست داره، آمدم یک سره بزنم با موافقین و مخالف. این واقعیت است که این مخالف حکومت است، حکومت مخالف امارت. خب خداوند دعا میکنیم روزی را بیاره که امارت و حکومت یک جای با پیام وسیع سال، با پیام دوامدار سال، با هم یک فکر، یک اندیشه در مقابل دشمن مشترک و دشمن ما که اونا فعلا خود قوی ترین دشمن اسلام میدانن، در مقابل از استاد شویم و از این خاک و وطن اونا را بیرون میکشن. نعره تکبیر! نعره تکبیر! خوشحال شدم که دوستان بسیار شایق بودن، جمع شدن یا با ارتباط خالی سربا آمدن یا گفتن بین کمی میمان نخواسته ما چی میگن. بسیار خوشحال شدم، وقتتان نمیگیرم. یک بار دیگر دعا میکنم، دست بالا میکنم که خدایا صلح سر تا سر رده ایمال خواهیم و دایم بگردان. ای باقی مانده نی پدر کس شهید شد بچه شتیم بانا، نی دختر کس یتیم و یسیر بانا، نی خانمش بیوه بانا و نی جوانه را از این صف و او صف ما ضایع بکنیم، آینده شانه خراب بکنیم و آینده دشمن، آینده دشمن در اینجا به پای اکمال برسد، مدنیات ما را ببرن، ذخایر ما را ببرن. تمام پلان پلان دشمن است، خاص به خاطر مدنیات ما را آرام نمیمونه. من را به یک نام مسلح کرده، تو را به دیگر نام مسلح کرده. پس وقتی ما میتونیم که اتفاق اتحاد داشته باشیم، اونا را از صف افغانستان یا از خانه مشترک خود دور بکنیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. فارس بك دعوة بكم سيد ان شاء الله من دعوة مثل ايه موزير لما بيان نكني قلنا هو قلنا 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 ماما سيد الشريف بيان نكني بخاطر که شما بفهمید اگر تو بیان نکنی من خود خط میگیرم. میفهمم که شریعت اول گفتم که از اون ماشین پوشی نمیتونم. این مطلبیه اگر کسایی که شما هست اونم باید بفهمن ده چیز است که انسان از اسلام میکشه. چند چیز؟ ده چیز داروز ده چیز انسان از اسلام خارج میشه، ولو که کلمه بخونه که لا اله الا الله محمد رسول الله، انسان مسلمان گفته نمیتونه. او انسان چی نمیتونی؟ مسلمان گفته نمیتونی. او ده چیز چی است؟ مثلا اول یک مثال میریم، ما ایمان داریم یا نداریم؟ ده چیز ایمان داریم؟ موبایل میشکنه را ایمسا یا نمیشکنه؟ میشکنه. دروازه میشکنه یا نمیشکنه؟ شیشه میشکنه یا نمیشکنه؟ هر چی میشکنه. ایمان هم میشکنه. اصل ایمان کسی میشکنه. شکسته یعنی چی دست و شکننده است میشکنه. وضو میشکنه یا نمیشکنه؟ میشکنه. خبر داریم به چی چی دیو وضو میشکنه؟ روزه میشکنه یا نمیشکنه؟ میشکنه. حج میشکنه یا نمیشکنه؟ هر چی شکننده داره اسلام ایمان هم اصل شکننده داره میشکنه. ایده چی وقت میشکنه؟ ایمان اصل ایمان انسان دو وقت میشکنه. یک انسان که اصل الله عزوجل دل بزنه کافر میشه یا نه؟ یک انسان که از قرآن توهین کنه و زیر لغت کنه کافر میشه یا نه؟ کافر میشه. و کسی که او را کمک کنه اون کافر میشه یا نه؟ میشه. میشه؟ نه، این تو بصدا بلند بگیم کافر میشه؟ میشه. بصدا بلند بگیم کافر میشه؟ میشه. خب وقت کمی میشه. قرآن ما را امریکا دار داد یا ندار؟ دارش داد. کمکش میکنه رئیم صاحب یا نه؟ میکنه داشت. خوب متوجه باشه. پیغمبر رسول صلی الله علیه و سلم هم وقت یه نویج بردوین باشه. رسول صلی الله علیه و سلم والله که در زبان ما جور نمیه. خرس کشیدن رسم کردن توبه نعوذ بالله، توبه نعوذ بالله، توبه نعوذ بالله. در پیشانیش نمیشته کردن که محمد کسی کمی کسا را کمک میکنه کافر میشه؟ میشه. اصل ایمان چی میشه؟ صحابه را کس دو بزنه؟ که صحابه رسول صلی الله علیه و سلم بغض کنه دشمنی است یا نه؟ هستن. یک چیز را که علما ذکر کرده بود مظاهره المشرکین، که مشرکین در صف ایستاده شدن. شما سیر کنید
بخیزن مشکل نیست. شما ببینید خب ما دوست دانه کشتیم. تزدیده که کدام دوست دانه کشته باشیم؟ نه دوست دانه کشتیم. تیمورباز را نکشتیم، تریاکی را نکشتیم، پدری را نکشتیم. اگر کس یک دانه ثابت کرد خامی ما از لباس حضور کشتیم، خود کشتیم میشه نکشتیم. با چی خاطر؟ شریعت ما اگر این تو گذاری میبود خب دیگر هم کشتن بودیم. خیلی شریعت ما ای است، شرع ما ای را عمل کرده. کس مظاهرات المشکل کرد؟ ما رحیم صاحب میگیم رنجارت از کجا شده؟ اسلحه تو از کجا شده؟ امکانات اوایی تو از کجا شده؟ معاش تو از کجا شده؟ نظام تو که تو نظام جور کرد از کجا شده؟ اشرف غنی از کجا آورده؟ این مردم های دیگر حریف اتمار و فلان فلان از کجا آورده؟ در بغل از واقع کسای را خیستاندن کدام اسلامه؟ شکریه بارمزای فلانی و فلانی هر کس باشه مست یک ترتیب جور کرده. اما از کار بیچاره مانده که حالا هیچی به دست بگه باز همین رو دادم پیش کرده که بزنیم. ما بخشنی یک چیز میگم کلگی با صلاحاتی رو بشنوه بازم داخل میگم بازم ما بخشن میگم که تو نشوه ما بخشن میگم از شرع با شما دلیل پیش کو این رو بخشی از این مردم. اگر ما رو تبیه کردی که شرع دلیل باشه حد باشه حدیث باشه که ما بریم اگر نه چی باز میم ما شما میشینیم بعضی دلائل داریم. بعد از این باستن خوب با صراحت میگیم ویدیو گرفتگی بعد از این ما اجازه نداریم. ما با کیلومتر کیلومتر از یکی دیگه دور میریم. باز دفعه ما مایی میشینیم میخواییم دیگه ویدیو تنم چیز کنه بند بکلو شما جای بالا رو بندستیم.